به نام خدا. سلام، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. بحث گره زدن و بافت قالی بافی رو با امید خدا با هم شروع میکنیم. دفعه قبل تا اینجا توضیح دادیم که یک دار یا چله کشی کردیم، زیر دار براش گذاشتیم، زنجیره رو با هم آموزش دیدیم، یاد گرفتیم، زدیم و چند رج کرباسی. به این کرباسی همون پوده زیر پوده روی پشت هم میگن. شروع میکنیم برای باف. ما برای شروع یه همچین نقشه ای رو انتخاب کردیم که ساده هست. اسم این باف سنتی بافی هست. این نقشه ما هست، این همینم اون طرفش هست، منتها جای خورده باد میومد من جمعش کردم، تا کردم گذاشتم توی چله که موقع باف باد نبردش. برای گره اینجا رو نگاه میکنیم، تعدادش رو میشماریم. همه این خطهای روی نقشه از راست به چپ یه مربع، مربعهای کوچولو کوچولویی داره، هر کدوم از اون یه دونه مربعها یک گره به حساب میاد. هر یه گره هم یه تار زیر یه تار رو باید بگیریم که گره بزنیم. چله رو همیشه اندازه نقشه سواره دار میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم. بعد از چله کشی 10 تا 10 تا یا با ماژیک علامت میزنیم یا من اینطوری آوردم توی نخ، هر جوری شما خودتون راحتیم. گره ای که الان میخواییم با هم یاد بگیریم گره ترکی هست. فعلا نوع گره رو با هم یاد میگیریم تا من نقشه خونی هم بهتون یاد بدم. برای گره زدن نیاز داریم به یک نخ، نخ مرینوس، دو رشته نخ کنار همه، یه سیخ، یه قلاب. ببخشید، تمام این نخهایی که روی این چوب حاف ما هستن میشن اولین نخی که ما برای گره لازم داریم. یه دونشونو میگیریم میاریم جلو، این نخو میبریم پشتش، بر میگردونیم، یه حرف دال فارسی اینجا درست میشه، یعنی میبریم پشت، بر میگردونیم به سمت بالا، اینجا یه حرف دال فارسی درست میشه. قلابو از پشت نخ بر میدارم، میام این پایین 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 سمت چپ، این پشت جفت اونو پیدا میکنم، میارمش همینجا سر اون نخو میگیرم، به کمک نوک قلابم میارم داخل این دوتا، نگهش میدارم، میکشم پایین، این میشه یه گره. بعد میبرم حالا گره بعدی. چون این نخ سفید ممکنه شما خوب متوجه نشین، من با یه رنگ خیلی جیغ تر کارو انجام میدم. یه بار دیگه با هم گره میزنیم. پس شد چی؟ چله هایی که روی چوب هافن، یه دونشونو میگیریم میاریم جلو، نخ به پشتش، دورش میچرخه به سمت بالا، یه حرف دال فارسی درست میکنیم، جفت اینو از سمت چپ و پایین، از سمت چپ و پایین. ببینید اینجای قشنگ مشخصه، این الان اینجا تک افتاده، اینجا رو نگاه کنی این تک افتاده، اینی که اینجا تکه جفت اینه، اینو میگیرم میارمش بالا، نخو دنبالش رو با سر قلاب میگیرم میارم وسط دوتا نخ چله، به سمت پایین میکشم، اینم شد یه گره. حالا من اینو زدم برای اینکه شما به طور واضح ببینین، چون این رنگ کرم خیلی مشخص نبود. کاری که میخواییم بکنیم کلن از راست تا چپ تمام این گره ها رو کامل میبافیم، بعدن پود کشی و نقشه رو با هم آموزش میبینیم.